بریم سراغ ریجکس. ریجکس چیست دوستان؟ در مورد ریجکس یا ریگولار اکسپریشن چیزی میدونن یا نه؟ پترن ها رو چیزی میدونیم؟ پترن، الگو. ریگولار اکسپریشن بسیار، حالا فارسیش میشه عبارت نامنظم، نه، شما یه الگو میسازید، مثلا یه الگو ایمیل. نگاه کن، من نمیخوام درسش بدم ها، درسش یه دنیاییه. نه سخت نیست، یه کوچولو یادتون میدم ولی بعد سرچ کنید. مثلا میزنید ریجکس ایمیل، ایمیل، آره بس هم ریجکس ایمیل. یعنی اینجا نگاه کنید، ریجکس ایمیله، اومده تمام حالتهای مختلف ایمیل رو بررسی کرده که چه شکلی میشه. مثلا بیاد اینجا زده how to validate ایمیل آدرس. خب دیگه هممون با استک اوورفلو قشنگ آشنا شدیم. اینجا میای پایین، یه ریجکس ایمیله، بذار یه ریجکس خوب پیدا کنم ببینم. این هم یه ریجکس ایمیل. اینا چقدر گنده. این مثلا یه ریجکس ایمیل میتونه باشه، اینا ماری ادساین AOL.com. این خودش یه دونه ریجکس ایمیل. نها کنید اسلش، یعنی که شما میخواید ریجکس شروع کنید. هت یعنی شروع کن، براکت باز، براکت بسته. ایشون داره میگه هت اسل، در واقع بک اسلش اس ادساین به علاوه در واقع ادساین در واقع. آره همه چی. نه نه نه، این فقط برای ایمیله. نها کنید، این مثلا برای ایمیله. ابتدای ریجکس با حد شروع میشه، انتهاش با دالره و میتونه بیاد در واقع یعنی چیکار میکنه براتون، میتونه یه دونه ایمیل رو مثلا ولیدیت بکنه. زیاد ایمیل ولیدیت کردنش مدل مثلا این خودش میتونه یه دونه چیز باشه، ریجکس بحث ایمیل ولیدیشن باشه. حد یعنی شروع کن، براکت باز و بسته یعنی اینکه میتونه اولش A تا Z کوچیک، کاراکترهای کوچیک باشه، A تا Z بزرگ باشه، میتونه ترکیب در واقع 0 تا 9 باشه، دات مثلا این مقدار مثلا توش وجود داشته باشه. مثلا طرف میخواد بنویسه علی دات علی مثلا دات کریم ادساین جیمیل دات کام. خب مثلا دات داشته باشه، داره میگه که میتونه دات، یعنی این کلمات ویژه میتونن توش باشن، دات علامت ترجمه. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی طرف میتونه همچین چیزی داشته باشه، ایمیلی رو هم داشته باشه، مثلا علی ایش بزرگ، الش کوچیک، آیش بزرگ، دات، یعنی میتونه دات توش باشه، میتونه علامت توجه باشه، شارپ باشه، دالر باشه، درصد باشه، امپرساین باشه، هت باشه، استار باشه، پلاس اسلش مساوی، و اینم که حالا مساوی میتونه در واقع توش قرار بگیره. و هت بیاد اینجا مثلا آندرلاین و حالا پایپ تیلده و چیز بگو داش هایفن به علاوه. این یعنی چی؟ یعنی میتونه همه مقادیر رو داشته باشه، یعنی مثلا بیا ترکیب همه اینا باشه. حالا فرض کنم من بنویسم علی آندرلاین داش هم داشت، آره مثلا داش کریم. خب کریم، خب حالا میاد میرسه به اینجا میگه به علاوه ادساین، میگه این قسمت میتونه هر چیزی باشه. خب ادساین مثلا شما مینویسید ادساین جیمیل دات کام. خب اینجا داره میگه هر مقداری میتونه باشه، ای تا زد، ای تا زد بزرگ صرف تا نه، یعنی میتونه اینجوری باشه جی یک دو سه مثلا بی ال آی مثلا، یه همچی چیزی، یعنی پسوندش این باشه. این یعنی به این صورت. و بیاد و داخل پرانتز بیاد مدل‌های مختلف دیگه ایران قرار بده، و اینجا هم یه مدل مختلف و تا به انتها که بیاد این وسط اینجا دات رو گذاشته یه احتمال و اینم دالر. این در واقع مثلا باشه چی؟ یه دونه ریجکس. ریجکس ها زیادن، برای اینکه خودتون هم درگیر ساختن ریجکس نکنید، هر آنچه که ریجکس میخواستید توی صفحه بزنید چیکار کنید، همش نوشته شده هست. الان مثلا ایمیل، انواع اقسام ایمیل ها ریجکس هاش هست، ولی خب ریجکس رو یک چلو باید یاد بگیرید. توی
بچرخی تو اینترنت داکیومنت زیاد داره که میتونید در واقع در مورد صحبت بکنید. ناکن اینجا نوشته تست @gmail.com، ببین اکسپرشنش رو چی برگردونه. این یارو مثلا من برمیگردم میخوام بگم که 0912-81 مثلا 678 چه. خب بیا اینجا رجکس شما بده، رجکس کن. نو مچ تست اد تست تکس. خب زدم دیگه، بده دیگه. اصلا بیا بو یه تست بزنیم، your text here بزنیم، بنویسیم t@t.com. فکر کنم آها داره میگه این ریجکت ایمیله، تو می نویسی ببین داره به چیز برمیگرده، درست برمیگرده. حالا اگه می نوشتم t-t.com چی برمیگردونی؟ مچ هست، مچ نانه، مچ اینی، نه میگه که مچ نیستش. این مثلا یه دونه چیزه ریجکسه، یاد زیاد مهم نیست. این مثلا یه ریجکس بار ایمیله، میگه ها تو فایند اور والید اور ایمیل ادرس. اینم خودش میتونه در واقع برای این در واقع ایمیل یه دونه ریجکس یه ایمیل باشه. پترن الگوه، خب یه الگویه میدی به یه پروژه، میاد چیکار میکنه برای میاد شما مقایسه میکنه ببینید این الگویی که داری با این الگویی که داره ورودی میگیره آیا درست هست یا نه، میتونه استفاده بشه. خب حالا زیاد در موردش درگیر نشید. اینجا هم داره میگه، میگه لگورگ اکسپرشن در واقع ایز سیکونس کارکتر دات فرم اند سرچ پترن، یعنی در واقع میتونه توی فرم یه چیزی بنویسه. خب یه چیزی بنویسه، شما بیاید با اون مقداری که مثلا دارید یه دیتایی که دارید مقایسه بکنم، میخوام یه چیزی بعد از این بنویسم. چی به نظرتون میشه بنویسیم که قبلا نصف کار ولش کردیم؟ فیلتره. آره هیچ کدومتون هم نرفتید بخونید و منتظر شدید. خب به چه نتیجه رسیدی؟ بعد با هم رگولار اکسپریشن بهتون گفتم بچه وایز دام رگولار اینا رو بعد بیام جو. میگه when you، میگه وقتی که شما سرچ میکنید دیتا این دی تکس، میگه you can میتونی یوز کنی سرچ رو، پترنش رو و توضیحات رو بهش بیا چیکار بکنی تو این سرچتون اعمال بکنی. میگه regular expression میتونه بهتون سینگل کاراکتر برگردونه، سینگل کاراکتر یعنی یه کاراکتر رو شما میرین سرچ میکنید بهتون برمیگردونه. میگه more بیاد مدلای مختلف رو در واقع پترنای مختلف الگوهای مختلف رو میخوام، حالا به جای اینکه اون همه سختی رفتم جلو، خب میخوام از یه راه دیگه استفاده بکنم، خیلی راحت بیام سرچ کنم بهتون نشون بدم. نه اصلا همه چی رو میخوام یه دونه سرچ خوب بنویسیم. ما regular expression میگه بهتون میتونه چیکار بکنه، یوز پرفورمنستون رو ببره بالا و توی تکست میگه میتونید از تایپ های مختلفی مثل تکست سرچ یا تکست ریپلیس استفاده کنید. ما قرار هستش که از ریپلیسش استفاده بکنیم. میگه دو تا متد رو میتونید توی چیز استفاده بکنید، رگولار اکسپریشن استفاده بکنم. سرچ چیکار میکرد اگه ما یه چیزی رو میذاشتیم توش یه تکستی رو، میرفت چیشو برمیگردون؟ پوزیشنش رو. عمره یادتون نیست ریپلیس چیکار میکرد؟ جایگزین میکرد. تمام شد. این ریپلیس رو حداقل یادتونه. ولی سرچ در واقع پوزیشن رو برمیگرد. بیام اینجا بریم ببینیم چیکار میشه کرد. به طور مثال آرش نگاه کن، میام اینجا مینویسم پی ماینه میز تورج، ببخش تورج آن مینویسم اند مای چه میدونم فرست نیمیز، دوباره دارم تورج آن مینویسم، اشکال ندارم یه دلیلی داره میخوام این کارمو. فکر نکنید من سلفیش هستم و اصلا هم چه بگیر نکنه. نام پدر، سن، هر سن هم هر سن هم آپدیت میکنم، یعنی 34، 35، 50 مثلا 34 و 3 و 34 و 2 به خدا فیلم ها نگاه کنم، من 28 سالگی هم هست اون فیلم های اول جدی؟ 4 میلیون نمیدونید که خود روم به دیوار
اونم میذارم انشالله. بچه ها دیگه چیز کردن. خب بریم دیتا رو بکشیم بیرون، یه آیدی دمو بذاریم اینجا، برگردیم میگم let demo document.get element by id demo. خب آب خوردن میتونیم یه دیتا شو بکشید بیرون. چجوری؟ dot inner text html دیگه. حالا فرض کن html، html من بذارم console.log بذارم گزینه دمو رو، چی برمیگردونه؟ اینو، این مقدار. خب من بیام اینجا برگردم بگم که میخوام ریجکس استفاده بکنم، ریجکس چیکار میکنم؟ ریجکس اوکی، شما میتونید بهش پترن بدید، الگو بدید بره بر اساس پترنتون الگوتون بیاد شروع کنه گشتن و پیدا کردن. چجوری؟ مثلا من برگردم بگم که خب ببین demo.replace گفت دو تا متد میتونی استفاده کنی، یا ریپلیس یا چی؟ ما از ریپلیس استفاده میکنم. چرا؟ چون من میخوام تورج رو تبدیل کنم یه چیز دیگه که شما انقدر ناراحت نباشید. برمیگردم میگم که میبینید ریپلیس داره میگه سرچ والیو استرینگ ریجکس، ریجکس ریجکس چی بود؟ اکسپرشن. بیا ازش در واقع همون مقدار رو استفاده بکنم. برگردم بگم که شما بیا و بک اسلش مثلا تورج، بک اسلش تورج، این مقدار تورج، و بیام اینجا برگردم بگم که بذار مقدارش عوض کن بکن جاروت به همین راحتی. بریم ببینیم که ایشون این کار رو انجام میده یا خیر. خب برگشت گفتش که این ولید، ببخشید اینو باید بذاریم پیچیز توی این قضیه. خب الان میام اینجا برمیگردم میام console.log کن گزینه دمو رو و میاد اینجا تورج، همون تورج موند. میاد اینجا ببخشید بک اسلش نیست، اسلش منم حفظ نیستم به خدا. خب میاد اینجا یه راه دیگه میخوام حفظ در واقع ازش استفاده بکنم، اونو میخوام بهتون میگم. اینجا گوشتم دابل کوتیشن هم نیست، سرچ ولیو اینجا. خب اسلش تورج اسلش، بعد گفتم چیکار کنم؟ جاروتو بزن. میاد این طرف و قدرت خدا F5 رو میزنین لعنتی. میام اینجا ریپلیسش کردم دیگه، ریپلیس نه بابا، ریپلیس کردم بابا. آها ریپلیس که میکنیم بذار یه کاری کن، عجب زایه کنیه. خب میام اینجا نه ریپلیسش داره میکنم، درسته. کنسول رو اینجا بگیریم، شاید همینجا باید بشه اعمال کنیم. نها کنه جاروت، ببینید تورج گه چی؟ فکر کنم اولی هم درست، من حواسم اولیه نبود، شاید مقدار تورج چی شد؟ شد جار. من چیکار کردم؟ گفتم خب همون دیگه، بعد بیایم حالا بحث ریجکس رو اینجا پیاده بکنیم. من عملا اومدم این مدلی که دارید می‌بینید، من دارم میگم یه الگو، الگوم چیه؟ میگم الگو رو می‌خواید اینجوری تعریف کنید، میگید اسلش برو دنبال تورج بگرد و اسلش. خب این نوعی ریجکس الگو تعریف کردنم کاملا هم اشتباه است، این که نحوه تعریف کردن نیستش. باید بیام از ریجکس استفاده بکنیم. چه جوری؟ میام اینجا برمیگردم میگم که چیزی که اینجا هست، بریم توی صفحه بعد. آها اینجا یه سری متغیر داریم. خب میخوام از ریجکس استفاده بکنم. یه متغیر داره به نام i case insensitive. یعنی چی؟ sensitive یعنی حساس، insensitive یعنی چی؟ حساس نباشه، به کوچیک و بزرگ بودن. G یعنی در واقع perform a global match و میگه find میکنه all match، match میکنه هر چی که هستش، then stopping after the first match. یعنی میاد شما اگر از این مقدار استفاده بکنید G توی rejectتون، میاد هر آنچه مقدار که تو اون فایند هستش که هر چند تا تعداد میتونه باشه، 5 تا 10 تا 100 تا، میاد پیدا میکنه. پس من یا بعد از آی استفاده کنم یا از جی استفاده باید بکنم. ام نوشته پرفورم در واقع مالتی لاین میچینگ. این ام رو من خودم تا حالا استفاده نکردم، حالا نمیدونم دقیق کجا میتونم ازش استفاده کنم، یا آی استفاده کردم یا جی. برای جی برای حالتی که بخواد تمام متغیرها رو پیدا بکنه، آی هم برای حالتی هستش که کیس اینسنسیتیو نباشه و تک مقداره باشه. خب الان من میام اینجا برمیگردم میگم let، این که دمو میذاریم، دیتا نیو
رجکس. خب رجکستون داره میگه که چی میخوای باشه، مقدارش پترنش رو بده. برمیگردم میگم اینو بگیر، حالا فعلا این تورجه رو بگیر شما. و برمیگرده میگه که فلگ چیه، پرچم چیه، آیه میخوای مقدار آی باشه یا در واقع میخوای مقدار جی باشه. اگر آی باشه فعلا من دیتا رو بندازم اینجا ببینیم چی برمیگردونه. جاروت رو همچنان برگردون، ولی تورج دوم رو انتخاب نکرد. اینه چیکارش کنم که تورج بعدی رو انتخاب کنه؟ جی میزنم، ببین همه رو انتخاب کرد. حالا اگر من میمدم میزدم تی چی؟ جای هر چی تی داری میبینی نوشته جاروت. میبینی؟ قدرت خدا رو ببین. بزنی چی؟ بز ام بزنی. جای هر چی ام داری میبینی جاروت مینویسه. جاروتی جارو مای مثلا مای نیم میبینیم همه جا جاروت رو پر کردن. خب حالا میخوایم بریم اون فیلتر رو بنویسیم. فیلتر چی بشه؟ اما بذار جاروت مای نیم مای جاروتی، یا همون جاروت امش، جای ام اومد جاروت نشست. مای نیم این سورج اما رو نذاشت. گفتم اولا من از ام استفاده نمی کنم، از همون آی جی استفاده می کنم، فلگش.